در این ویدیو میخوام با هم یک پروژه وب رو ایجاد کنیم و نحوه ایجاد اون رو ببینیم. در ویژوال استودیو ایجاد پروژه های وب و ساختن وبسایت ها با استفاده از تکنولوژی ASP.NET انجام میشه. تکنولوژی ASP.NET در اولین نسخه .NET و در سال 2002 وجود داشته و تا الان ابزارها، فریمورک ها و تکنولوژی های اون پیشرفت فوق العاده چشمگیری داشته. برای ایجاد یک پروژه وب به منوی فایل میرم، فرمان نیو و بعد فرمان پروژکت رو انتخاب میکنم. در پنجره نیو پروژکت از ساختار درختی سمت چپ زبان برنامه نویسی خودم رو سی شارپ انتخاب میکنم و از بین انواع پروژه روی پروژه وب کلیک میکنم. از بین تمپلیت های پروژه وب ASP.NET وب اپلیکیشن رو انتخاب میکنم، نام و لوکیشن پیش‌فرض اون رو میپذیرم. روی دکمه اوکی کلیک میکنم. از بین انواع تمپلیت های موجود تمپلیت امپتی رو انتخاب میکنم و میخوام که یک پروژه خالی برای من ایجاد کنه. روی اون کلیک میکنم و روی دکمه اوکی کلیک میکنم. پروژه من با نام وب اپلیکیشن وان ایجاد شده و فایل های اون در پنجره سولوشن اکسپلورر لود میشن. از اونجایی که من یک پروژه خالی رو ایجاد کردم، تعداد فایل هایی که برای من تولید کرده بسیار کم هست. یک فایل وب کانفیگ دارم، پکیج کانفیگ و دو پوشه رفرنس و پراپرتیز. میخوام به پروژه خودم یک آیتم وب فرم اضافه کنم. روی پروژه راست کلیک میکنم، از زیر منوی باز شده فرمان اد و بعد نیو آیتم رو انتخاب میکنم. در پنجره اد نیو آیتم و ساختار درختی سمت چپ نود وب رو انتخاب میکنم و آیتم های مرتبط با وب در این قسمت لود میشن. از بین آیتم های موجود آیتم وب فرم رو انتخاب میکنم و نام اون رو از قسمت نیم تغییر میدم. روی دکمه اد کلیک میکنم تا آیتم من ایجاد بشه. آیتم وب فرم تولید شد و در پنجره سولوشن اکسپلورر با نام default.aspx نمایش داده میشه. اون رو باز میکنم، میبینم که دو فایل فرزند هم برای اون ایجاد شده با نام های default.aspx.cs برای کد بیهاند و default.aspx.designer.cs. فایل اصلی با نام default.aspx رو باز میکنم، میبینیم که در این فایل فرمت متنی فایل یک ساختار HTMLی هست. اما از اونجایی که پسوند این فایل ASPX هست و در تگ بادی اون تگ فرم بارانت سرور رو داریم، من میتونم به این صفحه کنترل های سرور سایت رو هم اضافه کنم. برای نمونه من در اینجا یک کنترل ساده سرور سایت رو اضافه میکنم. رانت اون رو سرور قرار میدم و تگ رو میبندم. تغییرات رو با فشردن کلیت های ترکیبی کنترل ذخیره میکنم و برای مشاهده خروجی دو راه دارم. هم میتونم در محیط دیزاین خروجی اون رو ببینم. مشاهده میکنیم که یک کنترل باتن بدون نام و بدون متن در اینجا قرار گرفته. میتونم به قسمت اسپلیت برم و محیط سورس و دیزاین رو با هم در یک صفحه داشته باشم. روش دیگه‌ای که برای ایجاد کنترل ها در صفحه وجود داره پنجره تول باکس هست که کار با اون بسیار راحت تر و سریع تر انجام میشه. پنجره تول باکس رو باز میکنم، کنترل مورد نظرم رو از پنجره تول باکس انتخاب میکنم و اون رو درگ میکنم. با درگ کردن و رها کردن این کنترل در هر قسمت این صفحه کنترل برای ما ایجاد میشه. تفاوتی نداره که این کنترل در محیط سورس رها بشه یا در محیط یو آی. من اون رو در محیط یو آی رها میکنم. ساختار گرافیکی اون در این قسمت ایجاد شد و در محیط سورس کد مربوط به اون هم تولید شد. یک کنترل باتن، بارانت سرور و تکست باتن. هر تغییراتی که در محیط سورس ایجاد بشه بعد از ذخیره شدن در محیط یو آی هم اعمال میشه. همینطور هر تغییراتی که در محیط یو آی اعمال بشه در محیط سورس هم قابل مشاهده است. به عنوان مثال من مقدار تکست رو تغییر میدم تا نتیجه اون رو در محیط گرافیکی ببینم. اونو به تست تغییر میدم و ذخیره میکنم. میبینیم که متن روی دکمه به تست تبدیل شد. در محیط سورس من باتنی که قبلا ایجاد کردم رو پاک میکنم. تغییرات رو ذخیره میکنم. میبینم که اون باتن از محیط یو آی هم حذف میشه. برای تغییر و اضافه کردن ویژگی ها و پراپرتی های دیگه به این کنترل روی اون میتونم کلیک کنم
تمام پراپرتی های اون در پنجره پراپرتیز لود میشن. میتونم اونها رو از اینجا تغییر بدم و نتیجه اون رو در محیط سورس و یو آی ببینم. تکست اون رو به هلو تغییر میدم. اونو ذخیره میکنم. هم در محیط یو آی و هم در محیط سورس تکست به متن هلو تغییر کرد. به پنجره تول باکس میرم و میخوام یک کنترل جدید رو به این صفحه اضافه کنم. این بار یک کنترل هایپرلینک رو انتخاب میکنم. اونو درگ میکنم و در محیط سورس رها میکنم. یک کنترل هایپرلینک با آیدی هایپرلینک وان رانت سرور و متن هایپرلینک ایجاد شد. تغییرات رو ذخیره میکنم تا در محیط گرافیکی هم اونو مشاهده کنم. ویژگی این کنترل این هست که در صورتی که من روی متن اون کلیک کنم، این لینک منو به آدرس میبره که من برای اون تنظیم کردم. چون من در این پروژه تنها یک صفحه دارم، یک صفحه دیگه ایجاد میکنم تا با کلیک کردن روی هایپرلینک بتونم به اون صفحه منتقل بشم. روی نام پروژه در پنجره سولوشن اکسپلورر راست کلیک میکنم، فرمان اد، نیو آیتم و از بین آیتم ها آیتم وب فرم رو انتخاب میکنم. نام اون رو تغییر میدم. برای دکمه اد کلیک میکنم. آیتم وب فرم جدید من ایجاد شد و با نام aboutus.aspx در پنجره سولوشن اکسپلورر قرار گرفت. و برای اینکه این صفحه تفاوتش با صفحه قبل مشخص باشه، یه متن رو در این صفحه تایپ می‌کنم. تغییرات رو ذخیره می‌کنم و به صفحه default.aspx برمیگردم. در صفحه default.aspx روی کنترل هایپرلینک کلیک می‌کنم. و در قسمت پراپرتی ها نویگیت یو آر ال رو پیدا میکنم. در باکس جلوی اون کلیک میکنم. یه بیلد باتن برای من نمایش داده میشه که با تکست 3 نقطه قابل مشاهده هست. روی اون کلیک میکنم. پنجره سلکت یو آر ال باز میشه. در پنجره سلکت یو آر ال دو قسمت داره. در قسمت پروژکت فولدرز، فولدرهایی که در پروژه ما موجود هست نمایش داده میشه و در قسمت کانتنت آف فولدرز، فایل هایی که در این پروژه موجوده نمایش داده میشه. از بین صفحاتی که در این قسمت دارم، من صفحه About Us رو انتخاب میکنم تا URL اون برای این هایپرلینک تنظیم بشه. ویژگی نویگیت URL در محیط سورس هم برای هایپرلینک من ایجاد شد. تغییرات رو ذخیره میکنم و میخوام نتیجه اون رو ببینم. کد خودم رو کامپایل و دیباگ میکنم. کلید F5 روی کیبورد رو فشار میدم تا کد من کامپایل بشه و دیباگ بشه. با فشردن کلید F5 در صفحه کلید دیباگر اجرا میشه و در صفحه مرورگر لود میشه. یک دیباگر به مرورگر اضافه میشه و بعد محیط یو آی در محیط مرورگر نمایش داده میشه. من در این قسمت دکمه هلو رو که قبلا ایجاد کرده بودم رو دارم و هایپرلینکی که برای اون یک نویگیت یو آر ال ایجاد کردیم در این قسمت دارم. روی این هایپرلینک کلیک میکنم. صفحه About Us برای من باز میشه. به صفحه قبل برمیگردم. دوباره صفحه دیفالت برای من لود شد. عملیات دیباگ رو با کلیک کردن روی دکمه استاپ متوقف میکنم. این بار من میخوام چند خط کد در محیط کد بیهایند این صفحه بنویسم. محیط کد بیهایند رو میتونم با کلیک کردن روی default.sbin.cs باز کنم و هم در صورتی که پنجره رو باز داشته باشم با فشردن کلید F7 روی کیبورد اون رو باز کنم. در محیط کد بیهایند و در قسمت پیج لود میخوام در ابتدا با لود شدن پنجره دستوراتی که اینجا می‌نویسم اجرا بشن. در صفحه دیفالت دیدیم که در این قسمت متن اون به صورت پیش‌فرض هایپرلینک قرار گرفت. من میخوام این متن تغییر پیدا کنه و همینطور آدرسی که من به اون دادم به جای About Us به صفحه دیگه‌ای بره. آیدی کنترل رو از اینجا برمی‌دارم. در محیط کد بیهایند اون رو قرار میدم .text. متن اون رو میخوام تغییر بدم. متن اون رو به مقدار آموزش 365 تغییر میدم. تغییرات رو ذخیره میکنم و به صفحه default.aspx برمیگردم. این بار میخوام navigate URL اون رو تغییر بدم.
دوباره به صفحه default.sbs.cs میرم، آیدی کنترل رو تایپ میکنم، این بار ویژگی نویگیت URL رو انتخاب میکنم و تغییرش میدم. تغییرات رو ذخیره میکنم، کلید F5 روی کیبورد رو فشار میدم و منتظر میشم که صفحه برای من دیباگ بشه. با لود شدن صفحه در محیط مرورگر بدون اینکه من کدها رو در محیط سورس تغییر بدم، کدهای کد بیهایند برای من اعمال شده و اجرا میشه. متن از هایپرلینک به آموزش 365 تبدیل شده. روی این لینک کلیک میکنم. با کلیک کردن روی این لینک صفحه آموزش 365.ir برای من باز میشه و من به این صفحه منتقل شدم. در این آموزش تونستیم با هم یک پروژه وب رو ایجاد کنیم و نحوه اضافه کردن آیتم ها، کنترل ها و استفاده از اونها رو یاد بگیریم.